خوش اومدید به یه پارت دیگه بازی کارفور سیل. آقا قبل از ریکورد این ویدیو دوباره بازی آپدیت داده و یه مدل ماشین جدید خیلی خفن اضافه شده. درسته که حالا ما ماشین جدید قبلی هم هنوز ندیدیم تو بازی، ولی بازم چیزای خفن‌تر اومده. الان اومدیم که با هم دیگه بریم پیداش کنیم. یه مقدار احساس میکنم لگ ریزی دوباره برگشته به بازی. بذار اینم میتونم اوکیش کنم. معمولاً یه دفعه میرفتی توی آفیس مود و برمیگشتی درست میشد لگ. خیلی بهتر شد. این ایراد خود بازیه دیگه. چند دفعه تا حالا بهتون گفتم، اما ماشین جدیده که نیست. نمیبینمش یعنی، ولی ماشینای خفن تا دلت بخواد اینجاست. اول یه فراری برای دستگرمی بخریم. قیمت رو میگه 231، ما میگیم 198. چرا حالا این عدد به ذهنت میرسه؟ نمیدونم، ولی میده. معمولا این تخفیفای کوچولو موچولو رو میده. اینو میفرستیم. هیچ جام فکر کنم نمیتونم بفرستم بره ماشینا رو، به خاطر اینکه همشون پرن. آقا ما این کاری میکنیم، من الان ماشینا رو میخرم خب که نپره دستمون. این پورشه هم بخریم، 155 گذاشته، من میگم 132. قیمت ها چرت و پرت، خود اول ترین قیمت هایی که میشه پیشنهاد داد و میخوام بهشون پیشنهاد بدم. اینم فروخت و همین لحظه یه دونه اسکیل پوینت برام باز شد که اگه بتونم باهاش این یارو رو من ارتقا بدم عالی میشه. امپلوی کار واش، امپلوی استارت واشینگ یور کارز. آره دقیقا همینه دیگه. اون یارو کاظم بود، حالا کاظم تیپ هم زده اومده تو بازی. عشق میکنید ببینید قیافه رو. این چند تا میخواد، اینم یه دونه میخواد. دارم لولش رو بردم بالا دیگه. فکر کنم هرچی لولو بالاتر ببری یه چیز بهتری داره. آقا یه فراری دیگه هم اینجا هست. این فراری رو هم دوباره خریداری میکنیم. 340 هزار تا گذاشته، من بهش میگم 298 دوباره. این یه ذره الان تخفیف زیاده، نمیدونم میپذیری یا نه، ولی فروخت. خب آقا بذار من یه لحظه تو تنظیمات یه تغییرات ریز بدم ببینم این لگه بهتر میشه. آقا تغییرات رو انجام دادم، یه مقدار بهتر شد، یکم کوالیتی بازی آوردم پایین‌تر که روان‌تر بشه. ببین اینا رو که خریدیم همه رو، خب فقط مشکلی که هست اینه که من اصلاً جان ندارم، باید برم یه ذره ماشینا رو اول جابجا کنم بعد برگردم اینا رو ببریم. الان میریم یه سر دم آفیس. اگه برسیم هم یه تغییرات ریزی دوباره روی خود آفیسه میخوام بدم. ببین پره پره اینجا، الان میدونی باید چیکار کنیم. دو تا ماشین هم حتی اونجا من دارم. این ماشینایی که حرکت رو روشون زدیم، یعنی آماده فروشن، و همه رو ببرم تو تا کاش اول اونجا رو خالی میکردیم، بعد بریم ماشین جدیدارم بیاریم، اونا رو هم ببریم سر جاهاشون. ببین این ماشین مثلا خیلی داستانش مهم نیست، میخوام سری ردش کنم بره همینجا آیایش میکنم، همین طبقه ردش میکنیم بره. اینو فقط نمیدونم چی هست اصلا. اینم یه مدل اودیه، ولی چه اودی هنوز نمیدونم. بذار قطعا باید تو این لیستمون پایین پایین باشه دیگه، نیست ولی اینجا. بی ام وا که همینجوری رگباری پشتم، فراری ها هم هستن. کوشش بس، اگه میشه همچین چیزی. اسم این ماشینه رو نمیدونم چیه، مگه اینکه یه دفعه اینه، فکر کنم همینه. قیمت رو میگه، بذار 25000 تومن، هم همون 25000 تا رو میذارم که اختلاف نظر پیش نیاد. فکر میکنم همین ماشین باشه، بازم البته من اودی دارم ولی همین بود. حالا بریم سراغ ادامه شون. ببین میتونم یه کاری کنم، این ماشینایی که اینجا پارک کردم و ببرم تو اول که اینجا باز بشه تو تراک، بتونم ماشینای دیگه هم بیارم. دو تا ماشینم تو آسانسور دارم که باید ببریم بالا اونا را. بچو برو تو دیگه، سخته اینجوری ماشین رد کردن تو این دره ها. حتی اونقدر سختم نیست خیلی زیاد. اینم که فروشی نیست اصلا، فعلا همینجوری میذاریم بشیم بغل. فراری های دکوری و فوق‌العاده جذاب. معاجی این پشت شبیه مازراتیه، ذره جلوش آودیه، چی به چی اصلا اینجا. این پورشه رو بدم نمی اومد ببرمش بالا، ولی آسانسورم پره، اونم همین پایین کارشو میکنم. پورش البته قراره که کلا بره طبقه بالای بالا. یه طبقه دیگه من به اینجا اضافه خواهم کرد که در آینده یه سری از ماشینا رو میبریم بالا. ببین الان جا ندارم، ولی فعلا میذارمش همینجا باشه. بذار آفیسم باز کنیم مشتری بیاد دیگه، اصلا چرا تعطیل باشه الکی. خب کاظمو نگاه، کاظمو نگاه کن، یه تیپی زده داره ماشینا رو میشوره قشنگ ردیف. به به، تازه اینجا زیبا میشه. الان به دنبال شستن کدوم ماشینی؟ کاظم حیرونی، کاظم حیرون شده، نمیدونه چیکار کنه دیگه، انقدر سر شلوغ اینجا. خب من یه جوری باید برم بیرون این دکمه رو بزنم. یه نمونه از بیو که آقا جونم دوباره
ما بیرون داریم، اونم میارمش بالا. خب ببین، این دوتا ماشینم جفتشون رو میبرم تو همین طبقه، اگه سوار بشی ممنون میشم. اینو میبریم اینجا، یه دونه لامبو هم هست که یه طبقه دیگه باید بره بالاتر. چه لقی میزنه، نگاه کن این کلکسیون بی ام و هم خودش یه دنیایی شده. ببین تو این طبقه یه جورایی ترکیبی شده، الان هم بی ام و داریم هم اودی، من اینم میارمش اینجا. این زرده چقدر باحاله، ببین چه خبره اینجا، همینجوری مشتری هم داره میاد و به دنبال ماشین. منم درسته که هی دارم پیشرفت میکنم و حرکت های خفن میزنم، ولی هر روز دارم یه جورای بدبختر میشم، اصلا هی پولم داره کمتر میشه، تمام پولای من تبدیل شده به ماشین های گرون قیمت. خب آقا پرشو یه دونه شو من میگم آگهی کنیم بفروشیم یه ذره پولم در بیاریم ها. یه دونه دیگه هم البته اونجا دارم، بذار اینم بیارمش. پرشا رو میدونی اگه ببری طبقه بالای بالا به نظرم منطقی تره، یه ذره تیون میون و این داستان هم اینا لازم دارن، ولی این چندتا رو نمیدونم هنوز دقیقا که بفروشم یا نه. یه مقدار پرش پیدا کردنم تو این بازی کار سختی بود، سخت پیدا میشد، خیلی دم دست نیست، نمیدونم نیگر دارم وای بفروشم چیکار کنم. آقا شما تو کامنت ها نظر بدید، یه پیشنهادی بدید، بگید چیکار کنیم، آقا این ماشینا رو نگه داریم یا بفروشیمشون. خیلی بازی هم داره سنگین میشه تعداد ماشینا که داره میره بالا. آداش اینو بیا ببر بذار اینجا رو خلوتش کن. 25 تا گذاشتم منطقی منطقی، 23 هم میخوای بردو ببرش کاری ندارم، میفروشم بهت، مسئله این نیست. اما ماشین های دیگه، آها سه تا ماشین هم تو کار مارکت، الان اگه کار مارکت رو جمع کنن نمیدونم چه اتفاقی میفته، ماشین ها میمونه اون تو یا میپره. کسی تا حالا این کارو کرده؟ اگه تجربه شو داری اول ویدیو رو لایک کن، بعد توی کامنت ها برام بنویس ببینیم چه اتفاقی میفته. ببین سه تا ماشینی که کنارش آدم نیست، حتی برای کلکسیون اودی مونم الان پر ماشینه اینجا. اینو میفرستیم بره ریپیر دو، اینا همشون ریپیر هم میخوان دیگه. اینم میفرستیم بره ریپیر یک، پر شد شو ریپیر یک. اینم میره تو تراک که سریع ببریمش تو دیگه، فراری میره تو. ببین برای بی ام و و اودی پر ماشینه برای کلکسیون، ولی نمیخرم. یه ذره اینجا رو یه مدل جالب ازش در بیاریم، کلکسیونا رو ببینیم چجوری بچینیم، بعد میام دنبال ماشینا و همه کارا رو انجام میدم. خب اول میریم سراغ ریپیر زدن روی این دوتا ماشین، ببرم اینا رو، میخوام همه ماشینا رو اینجا جمع کنم، یهو یه تصمیمی واسه شون بگیرم دیگه. 800 دلار این هزینه داره، چقدر داغون بود من چیزیش نبود. 660 هم این پولم هم شده 1.5 میلیون و خیلی دیگه زیاد پول ندارم. یه دونه فراری هم بیرون مونده، اینو فعلا نمیبرم. دو تا فراری مونده بیرون، او چقدر فراری دارم من، چیکار کردم با فراری خدا وکیلی. نگاه کن هر تا سر پایین نمایشگاه همش فراریه، جا هم دارم البته تو ها، میتونم بیارم. اینا خوش رنگ نیستن، یه ذره رنگاشون رو دوست دارم عوض کنم، رنگای باحال بزنم. رنگ نود به فراری اصلا نمیاد، رنگ خونسا بیرنگ هم دیگه. آقا شب هم شد، یه مزایده هم اگه بتونیم شرکت کنیم ببینیم این ماشین جدید توش در میاد یا نه عالی میشه. ببینیم میتونم یکی از فراری ها رو اینجوری بیارم بذارمش این بغل، این گوشه جا خالی بود، یه دونه شون هم فعلا بیرون باشه. یه دفعه بریم بخوابیم برگردیم ببینیم که مزایده چجوریه داستان، این ماشین جدیده در میاد بالاخره یا نه. 5-6 تا مدل ماشین جدید اومده، هیچ کدوم رو من هنوز ندیدم. بعد فقط هم شما می نویسید که آقا این ماشین جدیده ها تو مزایده هن. الان یه مشکلی هم که دارم اینه که مقدار پولم هم کمه، این ماشین آخری که اضافه شده من فکر میکنم میلیون دلاری رو باید باشه. میشه بار دیگه هم بخوابم؟ نه دیگه، اون داستانی که میتونه سی هی پشت سر هم بخوابی بیدارشی هم دیگه نیست، میگه فقط بعد از ساعت 12 میتونی بخوابی. آقا بریم سراغ کارمون دیگه، بذار ببینم رد بار هم اضافه نشده، باز نشده چیزی، البته توی لیست آپدیتش یه چیزی ننوشته بود، ولی حالا ما یه چک میزنیم ببینیم چی جوریه. داداش باز نکردن، نه هنوز اضافه نشده. برگردیم بریم دنبال همون کار خودمون با خرید و فروش ماشینمون و ساخت و سازهای آفیسی. ببین همه ماشینا رو تقریبا بردیم تو، فقط یه دونه فراری بیرون مونده، اونجا رو نگاه اون ماشین قرمز رو رفتم یه ذره باش دور بزنم، چپ کردم همینجوری افتاد اون وسط، همینجوری مشتری هم داره میره. چرا اینا دنبال چی هم؟ ماشینایی که آگهی کردم همشون بالا هن، بذار
یه ذره خلوت کنم اینجا رو، یه دوتا ماشین رو بفروشیم. چی آگهی شده الان؟ دنبال کدومی خانوم؟ 45,000 تایی که دیچی ورد و برو اصلا. اینا رو من کلکسیونی خریده بودم ولی یه ذره لگ دادن به بازیم. خوب موقعی اومدی ازم خرید کنی و برو ایش کن. چرا همه هم وایستادن بالا سر اون؟ این همه راه هم بنده خدا پیرزنه بعد از پله بره پایین. کله مله شون گیر نمیکنه به اینجا؟ نه در کمال ناباوری. اه کازم رو نگاه کن چجوری داره آب میپاشه به این. بابا دمت گرم. من میگم ماشینا چقدر خوشگل شدن، کازم داره میشوره همه ماشینا رو دیگه. بذار بالا رو هم ببینیم. اینجا هم ماشین آگهی کردیم. یه دونه بی ام و هم تو این طبقه آگهی شده که این خانومه من نرفت پایین، اومد بالا. که نگاه کازم پایین چه آبی میپاشه. 127 گذاشتم میگی 115، من میگم 120، چون واقعا به این باور کن به خدا خیلی پول لازم دارم، به قرآن خیلی میخوام. خب خوب شد. آقا من میگم برای تنوع اینکه یه ذره کارهای دیگه هم انجام داده باشیم بریم سراغ ادیت آفیس. من یه ایده باحال دیگه دارم، البته مثلا اینکه باید اول اینجا رو تعطیل کنیم ما. لامبورگینی هم همینجوری مونده اونجا. آقا ببین اینجا رو میبندیم. خب خودم میخوام برم طبقه بالا وایسم که قشنگ از اونجا مسلط باشم به همه چی. طبقه بالای بالا، طبقه سه، طبقه دو میشه البته اینجا که همکفه دیگه. بابا برو بالا دیگه. مهندسی اینجا یه ذره ایراد داره. بعد کجا اومدین شما؟ اصلا من که بسم، آفیس رو تعطیل نکردم. اینجاست که الان یه درآمد خوب ما میتونیم داشته باشیم. یه ماشین 750,000 تایی داریم. این میگه 724، من میگم 740,000 تا. خیلی خوشت نیاد اینجوری تخفیف زیاد میخوای بگیری. بله در پاچه اش فرو رفت و فقط تقریبا دیگه بی ام و اینجا مونده که خوبه. حتی دو سه تا استند دیگه هم اگه برای اینجا بذارم فکر کنم بدی نشه. یه ذره نورگیر این طبقه ایراد داره. آقا ولش کن، من همینجا میرم تو ادیت آفیس. خیلی داستان داشت این پله بالا رفتن. حالا برنامه‌ای که دارم چیه؟ ببین اینجا ما قراره که دیوار و پنجره بزنیم باز هم، خب اما به یه صورت دیگه. نگاه کن اینجا رو دیوار میزنم، خب همینجوری کامل میخوام بکشم جلو. اوه اوه با چه بدبختی هم دیوارو میچسبم. هرچی میگذره من احساس میکنم لگ این بازیه داره بیشتر میشه، نمیدونم دلیلش چیه. یه سری از بچه هم توی کامنت ها نوشته بودن که ما هم بازی رو نصب کردیم بعد از اینکه آپدیت داد این لگه رو گرفتیم. ببین این تیکه حالا تابلوه رو باید جابجا کنم، خب ولی الان بهش دست نمیزنم. ببین همینجوری میتونم اضافه کنم. فکر کنم آخرین طبقه ای هم که دیگه بشه اضافه کرد همینه، چون اصلا دوربین دورتر از این نمیشه دیگه. حالا الان فقط میخوام بهتون توضیح بدم که برنامه چیه. ببین از اینجا سقف زده میشه، یعنی سقف طبقه دوممون، طبقه سوم یا دوم، این پایینیه دیگه، همین که این کفه اندازه دو ردیف پنجره بلنده. خب و این به نظر من با این طرح خیلی خوشگل تره. حالا حتی برای اون طرفش هم برنامه درست حسابی دارم، ولی من مشکل این لگ و باگ و اینا رو باید رفع کنم تو این بازی. فهمیدی چی جوری شد؟ اینجا قراره که اینجوری بیاد. اون قسمت وسط هم که اونجوری مونده باز براش برنامه دارم، اونجا رو میخوام کامل یه شکل دیگه در بیارم. الان حالا به خاطر اینکه خیلی گیر میزنه من فقط در حد چیدن دورش میزنم اینجا رو. شاید اینا رو قبل از اینکه ویدیو ریکورد کنم خودم بسازم بعد بیام بهتون نشون بدم، نمیدونم، چون با این وضعیت گیر و گوری که داره استریمش هم نمیشه کرد. استریمش هم فکر کنم خیلی لگی میشه، واسه تو ویدیو ذره بهتر میشه فهمید چیکار داری میکنی. بچه ها من این قسمت رو کامل میکنم، الان برمیگردم پیشتون یه توضیح بهتون بدم که قراره چه شکلی در بیاد. خب آقا بعد از یک ساعت بالاخره اینجا تموم شد. یه تیکه این قسمت من اضافه زدم، اینو پاکش کنیم. خب ببین اینجوری میشه، طبقه پایینش وسط باز بود، دو طرف بسته. طبقه بالاش قراره که دقیقا برعکس اون بشه. یه ایده فوق‌العاده خفن دارم که مطمئنم باهاش حال میکنی. بچه ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه. من دارم تمام تلاشمو میکنم که این لگه رو از بین ببرم و یه گیم پلی روون درست حسابی بتونیم داشته باشیم، ولی متاسفانه نمیدونم چرا نمیشه این کارو کرد. در هر صورت دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. مرسی از همه بچه‌هایی که دارن حمایت میکنن، لایک میکنن، کامنت میذارن و کل اینجور داستانا. دوستتون دارم، خیلی زیاد. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.